پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گروهی از روزنامه‌نگاران مجبور به ترک کشور شدند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، افزایش فشار دولت بر مطبوعات و تشدید فضای امنیتی در جامعه مهمترین دلیل خروج اهالی مطبوعات از ایرانه. این در حالی است که گروهی از این مهاجرین جدید زندگی سخت و دشواری رو در خارج از ایران تجربه می‌کنند و شرایط چندان مناسبی هم ندارند. امشب با حسن سربخشیان در همین رابطه گفتگو میکنم. او از چهره‌های مطرح عکاسی ایرانه و با بسیاری از نشریات و رسانه‌های بین‌المللی همکاری میکنه. آقای سربخشیان، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه بار دیگه در شب آهنگ با ما هستید. خواهش می‌کنم، من خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم. آقای سربخشیان، نظر شما در این رابطه چیست؟ چرا اهالی مطبوعات، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی بعد از این انتخابات جنجالی ایران رو ترک کردن و به کشورهای مختلفی مهاجرت کردن؟ من فکر میکنم این در واقع دو وجه داره، این اتفاقی که افتاده. یک وجه شما باید برگردیم به اتفاقی که 31 سال پیش افتاد و با تغییر رژیم در واقع یک تعداد از اون کسانی که حالا در رژیم سابق قلم میزدن مجبور شدن به خاطر ترس از جونشون ایران رو ترک بکنن و بیان کشورهای دیگه. در واقع سیستم عوض شده بود. اتفاقی که پارسال افتاد کمتر از اون نبود. در واقع فضایی که در 30 سال گذشته دولت، در واقع نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، ایجاب میکرد که همه مجراهای خروجی اطلاعاتی برای داخل کشور کنترل بشه. و خب این کار رو تقریبا به نحو احسن هم انجام داده بودن و الان هم تقریبا انجام میدن. در بزنگاه‌های مناسب تمام اینترنت قطع میشه، در واقع تمام شبکه‌های فارسی زبان خارج پارازیت برشون در واقع ارسال میشه. و من فکر کنم این کار رو به نفع احسن انجام دادن. در شکل روزنامه نگاری و در واقع چاپ روزنامه، تمام روزنامه‌هایی که منتقد دولت بودن و در واقع بر نمیتابیدن اون چیزی رو که دولت آقای احمدی نژاد میخواست در واقع نوشته بشه، خب اونا همشون محدود شدن دیگه. روزنامه‌ای وجود نداشت اون موقع. روزنامه‌ای که مدیر مسئولش آقای میرحسین موسوی بود، آقای کروبی بود، دوتا از کاندیداها اونا بسته شدن و ناامنی که برای زندگی خود روزنامه‌نگاران ایجاد شد، خب به ایجاب کرد که خیلی از این اتفاقا و خیلی از این کوچ‌های اجباری بیشتر به خاطر ترس از تمام زندانی شدن‌های طولانی مدتی بود که الان شما شاهد هستین. بیشتر از 20 نفر از همکاران روزنامه‌نگار ما هنوز در زندان هستن و متاسفانه تا الان بعد از 13-14 ماه انتخابات که میگذره هنوز از سرنوشت در واقع پروندهشون خبری نیست. تمام راههایی رو که برای اطلاع رسانی آزاد در جامعه میتونست استفاده بشه رو بستن و خب این یکی از عواملی بود که باعث شد روزنامه‌نگاران تن به این کار در واقع اجباری بدن. به صورت کلی شما فکر میکنید که چرا در شرایط کنونی ایران اینقدر فضای سنگینی روی مطبوعات حاکمه؟ جمهوری اسلامی چه نگرانی از فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران داره؟ چه مشکلی هست که به این صورت فضا رو میبنده و این اطلاع رسانی رو محدود میکنه؟ ببینید، این فقط مختص به روزنامه‌نگاران نیست. یعنی شما برگردیم به تمام در واقع 30 سال گذشته، تمام مسئولین رد بالای 30 سال گذشته حکومت ایران الان شدن سران فتنه. یعنی کسانی که هر کدوم به نوبت 8 سال در واقع رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس بودن و تماما در سطوح بالا بودن، همشون الان شدن در واقع کارمند تمام رسانه‌های جاسوسی، رسانه‌های خارجی و یا سرویس‌های جاسوسی. و خب این در اون سطح بالا اگه باشه، اگه تمام وزیران در واقع، تمام معاونین وزیر در زندان باشن، تمام نمایندگان سابق مجلس بخون از کشور خارج بشن و در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در واقع اقامت انتخاب بکنن، این دست کمی از در واقع برخوردی که با روزنامه‌نگاران داره نیست. اگر ما تطبیقی در این زمینه داشته باشیم، من فکر می‌کنم که فضایی که دولت خودش ایجاب کرده برای اینکه هر نوع اطلاع رسانی رو در این زمینه ببنده، من فکر میکنم که این به صورت طبیعی اون چیزی بود که دولت آقای احمدی نژاد خواست و انجام داد. از دوره اول ایشون شروع شده بود این اتفاق، از دوره اول ایشون شروع شده بود، ولی خب در سال قبل
در واقع بعد از اون شرایط انتخاباتی که به وجود آمد دیگه اونقدر سخت‌تر شد این وضعیت که هیچ جوری از زیرش نمیشه دیگه در رفت. من فکر می‌کنم این فضایی که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده و خودش داره تاوانش رو میده، یعنی شما نمیشه در واقع حساب بکنین تمام این 31 سال گذشته رو، نمیشه تمام اون مسئولین رده بالا رو متهم بکنیم به عوامل فتنه بودن و انتظار داشته باشین که در اون سطوح پایین کسی که دارن کار میکنن احساس امنیت بکنن. یک مسئله معروف هست که میگه با اون کسی که این کارو کرد در واقع در اون سطح بالا با ما در واقع ببین چی کار میتونه بکنه. اینه که این فضایی که رعب و وحشتی که در جامعه ایجاد کردن، اگر چنانچه جمهوری اسلامی نتونسته در اون سطح‌های بالاتر جامعه و مقامات خودش این امنیت و این وفاداری رو به خودش ایجاد بکنه و در واقع نگه داره، خب چجوری از یک کسی که بعد از انقلاب متولد شده اصلا اون فضا رو هم ندیده، نه مبارز بوده، نه اصلا کار پدرانشون رو قبول داره، انتظار داره که این وفاداری رو در واقع به خودشون به نظام جمهوری اسلامی نشون بده؟ من فکر میکنم که این وضعیتیه که خودشون ایجاد کردن، تاوانش هم دیر یا زود خواهند داد و همینجوری که دارن میدن. الان بالاخره اطلاع رسانی در شرایط جدید یک وضعیتی رو ایجاد کرده که حتی در این یک سال گذشته، حتی با تمام این وضعیتی رو که در محدود کردن رسانه های رسمی از طرف خود دولت ایجاد شده، ما شاهد هستیم که یه در واقع راه های گریزی رو از خود برنامه های خودشون هم ایجاد میشه و خب بالاخره مجبورم با اونا هم برخورد کنم. آقای سروخشیان، بر اساس گزارش‌های مختلف ما میدونیم که بسیاری از ایران خارج شدن، مجبور به ترک کشور شدن. آیا آمار دقیقی وجود داره که چه تعداد از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران یا عکاسان ایرانی بعد از این جریانات از ایران خارج شدن و مشخصه که اینها به چه کشورهایی رفتن، الان کجا زندگی میکنن؟ ببینید، بیشتر به خاطر اینکه وضعیت بعضی از این دوستان برای خودشون هم مبهم هست، بسیاری از اینها بعد از ماها که از ایران خارج میشن حتی عنوان نمیکنن کجا هستن به خاطر وضعیت ناامنی که احساس میکنن. عمدتا کشورهای همسایه ایران و کشورهای اروپایی مقصد در واقع دوم این دوستان هستش و خب بالاخره بعضی هم که بعد از ماها انتظار شاید بتونن مثلا یک مقصد سومی رو برای خودشون انتخاب بکنن. حدود دور و بر 100 نفر میشه گفت که آمار حداقل اون چیزی که من اطلاع خود من هستش، که تقریبا مثلا 10 نفر 12 نفر عکاس بین این روزنامه‌نگارا هست و عمدتا هم از نیروهای در واقع خوشقلم مطبوعات هستن. شما الان تمام رادیوهایی رو که دارن برنامه‌های فارسی و تلویزیون‌هایی که برنامه‌های فارسی در خارج از ایران تولید می‌کنن نگاه بکنین، در یک سال گذشته بسیاری از این افراد جذب اونجاها شدن، در صورتی که در ایران تا یک سال قبل داشتن کار میکردن، ولی خب احساس ناامنی که به وجود اومده براشون، بسیاری از اینها الان با سپردن وثیقه سنگین آزاد هستن، ولی خب اون وثیقه سنگین هم بیخیالش شدن که حتی مصادره بشه ولی جونشون رو بتونن در واقع سالم در ببرن. آمار دقیق من فکر میکنم که یه مقدار طول میکشه تا ما بهش دست پیدا بکنیم، به خاطر اینکه عرض میکنم بسیاری ترجیح میدن که در سکوت به سر ببرن، چون بالاخره شرافت کاری که داشتن انجام میدادن ایجاب میکنه که یک حجب حیایی هم داشته باشن. اطلاع رسانی که در مسئولیت خود این دوستان بوده ایجاب میکنه که در واقع اون کارشون رو این طرف هم انجام بدن، ولی خب با سختی های فراوان که بالاخره به زبان رسمی خود اون کشوری که مقصدشون هست نیست.